نهایی سخنرانی میکنم. اجازه میخوام مختصری از زندگی نامه آقای متل را به اطلاعتون برسانم. آقای رودی متل لیسانس خود را در سال 1975 در رشته ادبیات عربی و فارسی از دانشگاه هلند اتخاذ نموده و پس از آن یک سال به عنوان دانشجوی مهمان در ایران در شهرهای سیاهکل گیلان، زاهدان، بندرعباس، تبریز و همچنین در کشورهای افغانستان و پاکستان به مطالعات خود ادامه دادند. پس از آن به هلند بازگشته و دوره فوق لیسانس خود را به پایان رساندند و پس از آن دو سال در قاهره زندگی نمودند. سپس در سال 1984 به کالیفرنیا رفته و دکترای خود را در رشته اسلام شناسی در دانشگاه UCLA زیر نظر استاد نیکی کیدی تز خود را با ایشان کامل کرد. آقای متل به زبان گفتاری و نوشتاری عربی و فارسی تسلط کامل دارند. ایشان همکنون استاد دانشگاه دلور می باشند و در رشته تاریخ خاورمیانه تدریس می کنند. از کتاب های نوشته شده توسط ایشان یکی The Politics of Trade in Safavi Iran Silk for Silver 1600-1730 سالای میلادی ترجمه فارسیش میشه سیاست تجارت در ایران در دوره صفوی ابریشم در مقابل نوره که دانشگاه کمبریج این کتاب را منتشر نموده است. یکی دیگه کتاب هایشون The Pursuit of Pleasure Drugs and Stimulants in Iranian History between 1500-1900 BC در جستجوی لذت از مواد مخدر و دخانیات در تاریخ ایران بین سالهای 1500 تا 1900 میلادی که این کتاب در توسط دانشگاه پرینستون نشر شده است. آخرین کتاب ایشان Persian Crisis Safavi Decline and the Fall of Isfahan بحران در ایران نزول صفویان و سقوط اصفهان می باشد. این کتاب اخیراً به فارسی ترجمه شده و اکنون زیر چاپ می باشد. این کتاب جایزه دولتی دوستی انجمن دوستی کویت انگلستان و جایزه کتاب سال ایران رو برنده شده. از آقای متل مقالات متعددی در مورد صفویان قاجار به چاپ رسیده است. آقای متل در سال 2006 جایزه آلبرت گورانی را از انجمن مطالعات خاورمیانه آمریکای شمالی دریافت کرده و در سال 2005 و 2004-2005 جایزه سعیدی سیرجانی را برای بهترین کتاب درباره ایران از انجمن بین‌المللی مطالعات ایران دریافت نمودند. از آقای متل تقاضا دارم با توضیح اینکه چه چیز باعث شد که ایشان رشته تحصیلی خود را به مطالعات در مورد ایران اختصاص دهند سخنرانی خود را آغاز کنند. معرفی مهرآمیز شما خیلی متشکرم. صدا میرسه؟ نه الان میرسه. داشته میگفتم که کار نمیکنه. الان خوب کار میکنه. از معرفی مهرآمیز شما خیلی متشکرم. درود به شما. خوشحالم که شما دوستان و آشنایان ایرانی به تعداد زیادی امشب تشریف آوردید. از هیئت کانون هم تشکر میکنم از اینکه من رو دعوت کردیم. باعث افتخار و شادی من است. خیلی متشکرم. 40 سال است که به ایران سر و کار و علاقه دارم. اولا به عنوان دانشجو و در 20 سال آخر به عنوان محقق و مدرس و استاد دانشگاه. و طوری که بیشتر شما شاید و احتمال زیاد میدونی علاقه مخصوص من دوره صفویه هست. البته فقط از موقعی که به آمریکا آمدم تقریبا 30 سال پیش این علاقه مخصوص ایجاد شده. قبلا به ایران علاقه داشتم و اوایل علاقه بنده اینه که من به دبیرستان هلندی رفتم چون البته بچه هلند هستم اصلا و یونانی کلاسیک با لاتین یاد گرفتم و در این چارچوب با نوشته‌های یونانی آشنا شدم. به یونانی هم خوندم البته در مورد جنگ‌های ایران و یونان. این در من یه علاقه مخصوصی به اون طرف
ایجاد کرده، کنجکاوی، و بخواد به خاطر همین رفتم دانشگاه. من یه چیزی منفی هم بود، من واقعا نمیدونم چه رشته باید انتخاب کنم. علاقه به زبان داشتم و به فرهنگ، چیزهای خارجی، به خاطر همین رو انتخاب کردم بدون اینکه واقعا بدونم که چه خبر هست. ولی خب به اصطلاح آمریکایی the rest is history، و اینجا هستم چه سال بعد و هنوز هم شیفت ایران هستم، ایران دوست به اصطلاح. یکی از دلایلی که این دوره پرتلاطم تاریخ ایران را انتخاب کردم، یعنی دوره صفویه، خاصیت مدارک اسنادی است که در دوره صفویان موجود و در دسترس است. تقریبا یک سوم نوشته های مفید مربوط به این دوره به زبان هلندی است، به خاطر فعالیت هلندی ها در خلیج فارس که در قرن 17 میلادی در چارچوب کمپانی هندی شرقی هلند خیلی فعال بودند. البته خیلی اسناد و مدارک زیادی نوشتن به عنوان تجار و بیشتر اینا باقی مونده، در آرشیوها هلند موجود هست و خیلی مفید هست، مخصوصا به خاطر اینکه در مورد چیزهایی می نویسن که خود ایرانیان در خطی های خودشون بیشتر به این چیزها علاقه نداشتن و اهمیت ندادن، چیزهای مالی و پولی و تجارت و فلان و اینا. خطی های ایران بیشتر موضوعش رفتار شاه و شکوه و عظمت دربار هست، لشکرکشی. بنابراین بررسی و تحلیل مدارک هلندی اجتناب ناپذیر. اگر بخواهیم یه تصویر کاملی داشته باشیم از این جامعه ایران، موقعی که به دوره صفویه نگاه کنیم در چارچوب تاریخ ایران، سه تا پدیده به نظر می رسد که قابل توجه خاص می باشد. اولا حکومت صفویان به نوعی شکل گیری کشور مدرن ایران به شمار می رود. شاه اسماعیل اول نخستین البته این قلم رو ایرانه و این شاه اسماعیل اول، شاه اسماعیل اول نخستین فرمان روای سیاسی سلسله صفوی با معرفی مذهب شیعه اثناعشری به عنوان دین رسمی قلمرو پادشاهیش در سال 1501 میلادی کشوری ایجاد کرد که محدوده مرزهای سیاسی و دینی آن با هم تداخل و هم پوشانی داشت. ایران تنها کشوری در دنیا شد و هنوز هم هست که تشیع 12 امامی مذهب رسمی حکومت آن است. این مذهب به تدریج متحول شد به شکل مذهبی تا به شکل مذهبی در آمد که امروزه میشناسیم. ساختاری با سلسله مراتب منظم تحت رهبری روحانیان خود آگاه که نقشی در حکومت برای خود مطالبه می کنند. سیاست و دین از راه های جدید در هم بافته شد که قیامت های آن تا امروز احساس می شود. این یکی از اهمیت های دوره صفویه به نظر من. ثانیاً حکومت صفویه امروز برای اکثریت ایرانیان از شهرت و اعتبار برخوردار است، تا اندازه ای که آنها آخرین سلسله ای بود که بر ایران به عنوان کشور مستقل و سربلند و باشکوه حکومت کرد. این هم یکی از اهمیات های دیگر صفویان از نظر از لحاظ تاریخ و دیدگاه امروز به این دوره. ثالثاً در نتیجه انحطاط و سقوط آنها، یعنی این سلسله صفویان،
هر چی بیشتر شگفت انگیز به نظر می رسد، مخصوصاً به خاطر ماهیت دشمنی که آنها به زیر کشید، یعنی گروه کوچکی از جنگجویان قبائلی افغانی، یعنی تعدادشون بیشتر از 10,000 نفر نبود. هم ناگهانی و غیر منتظره بودن شکست و انقراض تعجب آور است، هم عوامل آن شکست، دوباره یه مشت خارجیان که ایرانیان فرض میکردن ضعیف و وحشی هستند، یعنی ایرانیان افغانهای حاشیه نشین ها را جدی نمی گرفتن. تهاجم و پیروزی افغان ها آغازگر یک قرن بحران سیاسی بی قانونی و آسیب اقتصادی بود. حتی آنهایی که سلطنت نادرشاه و کریم خان زند همچون گشایشی در مصیبت و فلاکت مردم و آسودگی از ظلم و آشوب ستایش می کنند، باید اعتراف کنند که این گشایش و آسودگی موقت و کوتاه مدت بود که ایران در این زمان، یعنی قرن 18 میلادی، از جریانات تاریخی جهان جدا و منزوی شد. پیامدهای این تحولات جدی و دراز مدت هست. ایران به عنوان کشوری ضعیف در معرض دخالت‌های استعمار دوران قرن 19 اروپایی قرار گرفت. این نتیجه عمده همین است. یک قرن بلکه بیشتر طول کشید تا ایران تعویق و تأخیر در مسیر مدرنیته را جبران کرد. به دنبال این هرج و مرج و این شرایط ناآرام قرن 18 بین صفویان دوره قاجار. از این مهمتر به نظر من این است که برای ایران نوین، یعنی شما که در ملت گرایی قرن 20 شکل گرفتی، کنار آمدن به این واقعیت بسیار دشوار است. آنهایی که کشور خودشان را ذاتاً بزرگ می‌پنداشتند، انحطاط و سقوط صفویان یا به پیامد دخالت‌های خارجی نسبت می‌دهید یا به نتیجه انحطاط یا فساد اخلاقی. این دو تا عامل به عنوان عوامل عمده انحطاط و سقوط صفویه محسوب می شود به نظر من. تقریبا همه ایرانیان مایلند سناریوی اول را قبول کنند، یعنی به افغان ها که اصفهان را محاصره کردند همچون گروه خارجی و بیگانه نگاه می کنند. و در تصویر گسترده تر جذاب به نظر میاد که پایان کار صفویان را به توطئه های قدرت های بیگانه، یعنی اروپایی، نسبت داد که در اشتیاق غارت کشور و منابعش بودند. این هم یه چیز طبیعی است که از برداشت ایرانیان در حال حاضر که نگاه میکنن به انحطاط و سقوط صفویان، یا خودشون از طریق غارت چه پاول خارجیان اروپایی از پرتغالیان گرفت تا انگلیسی ها، یا نتیجه یعنی هرج و مرج و تحول دیگر، یعنی در مرور زمان در قرن 19 این هم مسئولیت توطئه های خارجیان است. سیناریوی دوم بحث انگیزتر است، زیرا شاهان و فرمان روایان غیر دینی، یعنی سکولار، یعنی مقامات غیر دینی را در برابر نیروهای روحانی قرار می‌دهند. به این استدلال که سلسله صفویه با شاه عباس اول پادشاه عادل و قاطع به اوج قدرت خود می‌رسید. عباس قسمت‌هایی از ایران زمین که اسلافش به عثمانیان واگذار کرده بودند بازگرفت. سپس با تقویت و سماندهی مجدد نیروی نظامی
و با انتخاب شهر مرکزی اصفهان به عنوان کانون سیاسی و تجاری کشورش حکومت را متمرکز ساخت. این تصویر عمومی شاه عباس که سلسله صفویه زیر حکومت شاه عباس به اوج و عظمت رسید. جانشینان شاه عباس برعکس برعکس شاه عباس اول مردان کوچکی بودند. در اینجا دیدگاه ها منشعب می شود. سلطنت پرستا با اینکه نمی توانند انکار کنند که پادشاهان متأخر صفویان به هیچ وجه و اندازه و معیار شاه عباس قدرتمند و قاطع نبودند، لااقل می توانند نفوذ و افراط و تعصب روحانیون نفاسد و کوتاه بینین را در تضعیف حکومت و اختلافات فرقه سازی در جامعه مقصر بدونند. این جریان در اواخر قرن 17 در زمان محمد باقر مجلسی، شیخ الاسلام سرسخت شاه سلطان حسین به اوج رسید. او که قدرت را در دربار در انحصار خود گرفت و احکام نجاست بر ضد سکنه غیر شیعی ایران را اجرا کرد. برعکس آنهایی که علمای مذهبی فعال در سیاست دوره متأخر صفویان را پیش آهنگان و منادیان جمهوری اسلامی می‌دانند، استدلال می‌کنند که جانشینان شاه عباس با افراط در باده گساری و لذت حرمسرا در فسق و فجور غرق شده و معیارهای اخلاقی را رعایت نمی کردند و اگر به خاطر صبر و پیداری همون باقر مجلسی نبود، حکومت صفویان خیلی زودتر از سال 1722 سقوط می کرد. پس این دوتا قضاوت دیگرگون وجود دارد، یا مسئله زوال اخلاق یا مسئله دخالت خارجی. من خودم نه سلطنت طلب هستم نه سخنگوی حکومت اسلامی حاضر به عنوان خارجی، ذاتاً حتی وطن پرست ایرانی نمیتونم باشم، غیر ممکن است. به عنوان پژوهشگر وظیفه و هدف من نه ستایش هست نه انتقاد، ولی تحقیق و تحلیل و جبه دادن عوامل متحرک تاریخ ایران. و در بقیه سخنرانی در مورد عوامل متحرک زوال، انحطاط، فروپاشی دودمان صفوی سخن خواهم کرد. اولا چند تا عکس خدمت شما نشون میدم. شاه عباس اول البته و این سلطان سلیمان و این البته این آخرین حاکم دودمان یعنی شاه سلطان حسین و این البته همون محمد باقر مجلسی است. استدلال انحطاط و سقوط سلسله صفویه این است که این یک حادثه یا تحول بسیار پیچیده است. این استدلال من است که چند جنبه دارد، یعنی ساده نیست، یه جانبه نیست و اصولاً علت و معلول فروپاشی و سقوط این دودمان مسئله داخلی است. به نظر من تداخل و دخالت خارجی اصلا کاری نداره، مربوط نیست. تا اینکه به تحول و این تحول دقیقاً و به طور عینی تحقیق و بررسی کنیم، پیشنهاد میکنم به 4 تا مقوله محوری جامعه ایران یعنی در این دوره صفویه نگاه کنیم. اولا زیربنای طبیعی و اقتصادی جامعه ایران، ثانیاً سیستم نظامیش، شرایط نظامیش،
ثالثاً ساختار سیاسیش و رابعاً میشه گفت طرز تفکر یعنی ایدئولوژی حاکم در اون مورد مخصوصاً در اواخر دوره صفوی. اما مقوله اول یعنی زیربنای طبیعی و اقتصادی همه ایرانیان میشه گفت به نظر من معتقدند که کشور ایران کشور غنی است، سرسبز، پرمایه، برخوردار از منابع طبیعی فراوان. و البته یه قسمت ایران مثل گیلان و مازندران مثل بهشت جلوه میدادند و بهار دائمی ایران. این تصویر همچون گمان اعتقاد ایرانیان است، سرسبز و منابع فراوان. و درست هم هست، به نگاه کنید به مازندران و گیلان، کاشت چای، کاشت برنج هست ایران، این چیز خیالی نیست. ولی اگر به چیز خلمه کامل ایران نگاه کنید میبینید، متوجه میشین این خیلی محدود است. گیلان خیلی قسمت کوچکی ایران است، سواحل دریای خزر. این عکس نشون میده که چقدر محدود است این قسمت سبز ایران. بقیه ایران بیشتر بیابونی است، کوهستانی و خشک است. خب چند تا عکس البته برای شما لازم نیست نشون بدم، ولی به عنوان مثال فارس است، این یک قسمتی از آذربایجان و این هم یک طبیعت خیلی عمومی هست. از ایران در ایران مسافرت میکنی به این چیزها مواجه میشه، روبرو میشه. و این هم هست البته قسمت عمده ایران مخصوصا شرق کشور بیشترش دشتیه و لمیزه هست، کشاورزی یا وجود نداره یا آب بسیار میخواد و معمولاً هم وجود نداره. این هم البته که عکس شهر کرمان هست، سواحل خلیج فارس و کوچنشیان تقریباً 40 سال پیش که من اونجا زندگی میکردم اطراف تهران، این عکس رو گرفتم. خیلی خوب، پس این تصویر فقط یه تصویر، یعنی فقط نصف واقعیت رو نشون میده. این منابع فراوان بودن ایران یعنی در حقیقت در واقع خیلی محدود است. بیشتر کشور، بیشتر فلات ایران خشک و بیابانی و کوهستانی است. محصولاتش خیلی کم بود نسبتاً تا کشف و استخراج نفت در قرن بیستم و صادراتش هم خیلی محدود بود. فقط ابریشم و گلاب و کشمش و از این حرف ها خیلی کم بود. حتی فلزات قیمتی خیلی کم یاد می شود در زمین ایران، در خاک ایران. بنابراین تمام ارز ها از خارج مجبور بودند وارد کنند، از امپراتور عثمانی، از اروپا و اخیراً البته از آمریکای لاتین، از مکزیک و از کولومبیا، از اون طرف ها. جمعیت ایران هم خیلی تعدادش خیلی کم بود. مقایسه بکنیم ایران را با امپراتوری عثمانی و هندوستان، می‌بینیم که ایران جمعیتش اون موقع واقعا تا اوایل قرن بیستم بین 8 تا 10 میلیون تقریبا. امپراتور عثمانی 25 تا 30 میلیون، هندوستان 100 میلیون نفر قرن 17. یعنی قابل مقایسه نیست. بیشتر جمعیت ایران هم پراکنده بودند و بیشترشون قبائلی و ایلاتی بودند، یعنی کنترل و سیطره خیلی مشکل بود یا غیر ممکن. و نتیجهش این بود که در آمد رسمی ایران خیلی محدود بود و غیر قابل پیشبینی. در آمد شاه خیلی محدود بود و ما هم چیز میتونیم اینو حساب کنیم، مثلا در آمد ملک فرانسه در موقع و سلطان هندوستان در مقایسه با مال ایران
یک کشور نسبتا فقیری بود و میشه گفت که هزینه‌اش از درآمدش معمولا خیلی بیشتر بود. این از اوائل خیلی روشن هست، از دوره شاه اسماعیل اول که قادر نبود دستمزد ارتشش رو ببره بزند. شاه عباس اول هم مجبور بود مثلا تیکه های چرمی چاپ کنه به عنوان پول چیز تقسیم کنه میان سربازانش. خیلی خوب، فقط به طور خلاصه میتونم به این چیزها اشاره بکنم چون وقت خیلی محدود البته. اما مخوله دوم یعنی شرایط نظامی، وضع نظامی ایران با این واقعیت کمبود پول البته مربوط بود. ارتش ایران هیچ وقت به طور خلاصه به استثنای زمان عباس اول شاید قادر نبود به ارتش امپراتوری عثمانی ایستادگی بکند. بی خود هم نیست که آخر یعنی توسط در قرن 17 تصمیم گرفتن صلح بکنند، صلح دائمی با سلطان استانبول، چون واقعا قادر نبودن در این شکست میکنند. واقعا از نبرد چادران به بعد هیچ ایرانیان اولا بیشتر حمله نمی بردن، عثمانیان تجاوز میکنن به مرز ایران و ثانیان بیشتر هم شکست میکنن و خودشون هم آگاهی داشتن که برتری نداشتن، هم از لحاظ پولی مالی و هم از لحاظ فناوری، چون البته عثمانیان داشتن جنگ میکردن به اروپاییان که برتری پیدا کرده بودن مثل لحاظ تفنگ سازی و اسلحه گرم به اصطلاح. و عامل عمده تضعیف نظامی انعقاد صلح ذوهاب است. صلح پیمان ذوهاب یه لحظه محوری است در به نظر من در تاریخ ایران و به خصوص در تاریخ دوره صفوی، چون با این قرارداد که با این قرارداد که منجر شد به صلح دراز مدت و متداوم تا اواخر صفویان لااقل با دشمنان عمده‌شون یعنی امپراتوری عثمانی، ایرانیان واقع بینی خودشان را نشون دادند و اعتراف می‌کردند که قادر نبودند در برابر عثمانیان ایستادگی کنند و به پیروزی برسند. و البته ارتش و نظام از اون موقع به بعد اهمال شد و دیگه دربار و مقامات رسمی به مسائل نظامی بیشتر و زیاد اهمیت نمی دادند و غفلت می کردند به نظام و قدرت‌های نظامی. عوامل دیگر در همین تصمیم صلح کردن به عثمانیان تأثیر زنان و خواجگان درباری و برتری آنها نسبت به قزلباشان سابق، البته جنگجویان سابق و خشونت آمیز صفویان بودند که اصولاً یعنی زنان و خواجگان درباری اصولاً صلح‌جو بودند در دربار. این مستند است، ما اسنادی داریم، هلندی ها می نویسند که زنان و خواجگان درباری هم زمین زیاد دارند، یعنی ملک صاحب زمین در نزدیک مرزهای عثمانی دارند و هم ذاتاً صلح‌جو هستند و
این یکی هم از عوامل خیلی مهمی است در این تصمیم صورت کردن. کمبود ذخیره و موجود پول نفت مربوط به وضع سیاسی هست البته، یعنی مقوله دیگه مطرح می شود و موقعی به این وضعیت یعنی شرایط سیاسی نگاه کنیم با یک پارادوکس مواجه هستیم. قرن 17 در دوره صفویه یک دوره ثبات و آسودگی هست، مخصوصا بعد از این جنگ و پیمان زوها دیگه صفویان جنگ را دل کرده بودند و حتی منعکس میشه به کمبود خطی های موجود، چون دیگه حوادث مهم و پرتلاطم وجود نداشته، چیزی باعث دلیل نداره چیزی بنویسه. همین دلیل است که خطی ها در اواخر صفویان دیگه وجود نداره بعد از سلطنت شاه عباس دوم، واقعا تا اواخر سقوط خود دوران و سقوط پایتخت اصفهان. لااقل ظاهرا ثبات و آسودگی حکم فرما بود، البته انحطاط از زوایای مختلف آشکار هست برای یک پژوهشگر محققی که زیر سطح کاوش میکنه و خوب گوش میده به اسنادش. لااقل ظاهرا آروم کشور و مثلا تمام شاهان صفویه در بستر خودشون میمردند، هیچ کدومشون نه معزول شد نه کشته شد. اگر این وضع را مقایسه بکنی با وضع عثمانی ها و آشکانیان هندوستان، اختلافش شگفت آور است، چون مثلا در دوره در امپراتور عثمانی چند تا سلطان در همین موقع یا کشته می شود یا معزول می شود. مقایسه بکنیم وضع نخست وزیران یعنی ارتباط سلطنه یعنی وزیر اعظم در شیخ علی خان معروف 20 سال کامل به شاه خدمت میکنه، نه معزول میشود نه کشته میشود اعدام میشود که خیلی چیزهای استثنائیه. در همین موقع در دوره امپراتوری عثمانی 18 نفر به سمت وزارت اعظم میرسن و 18 از اونا کشته میشن و 5 نفر دیگه هم معزول میشن. پس این یه چیز مقایسه خیلی روشن کننده است و تا چه رسد به حکومت سلاطین هندوستان که هر جمعه وحشتناک بود، یعنی برادران با هم می جنگند و تمام دودمان حکومت فرمان تقریبا کشته می شه این موقع. ولی صلحی که در سطح جامعه آشکار می باشد در واقعیت خیالی و کاذب است. پیمان صلح زوها نوعی احساس امنیت کاذب تقویت کرد. ایرانیان از این وقت به بعد خودشان از تجاوز خارجی ها مستقل می پنداشتند و به کمربند نواحی خشک مانند سپر محافظه مرکز ایران نگاه میکردن، مثل روس ها. یعنی خارجیان دعوت میکنیم بیا داخل کشور، از تشنگی میمیره قبل از اینکه به پایتخت برسه به مراکز کشور. اینجوری واقعا چند تا خارجی هم در این مورد نمی نویسن. این گمان ایرانیان هست که در فلات منحصر هستن و هیچ شوقی ندارن، هیچ آرزویی ندارن
قلمروی خود توصیب چیز گسترش بدن و خودشون در مرکز کشور خودشون در امنیت گمان میکنند، که البته یه چیز خیالی بود. یعنی صلح و آرامش واقعا یه صلح و آرامش قبل از طوفان بود. ضمناً جانشینان شاه عباس که در حرمسرا بزرگ شده بودند، بدون تجربه زندگی واقعی به سلطنت می‌رسیدند. گوشه‌نشین شدند، مشغول عیاشی و هرزی. مشکلی نبود. شاه قرار بود از لذایز زندگی، یعنی معشوق و زنان و بچه ها، یعنی بچه بازی، استفاده بکنند و ایام خود را در خوشگذرانی بگذراند. یعنی مردم انتظار داشتند که شاه رفتارش اینجوری باشه، نه فقط در ایران، در تمام دنیا. ولی موازنه، یعنی یه چیز، یه ترازوی لازم بود. شاه موظف بود با این که یعنی ممکن بود در هرزگی و عیاشی زندگی کنه، هم سوار اسب بشه و از قلمرو خودش حفاظت بکنه، نشون بده که مرد بزرگ باشه، که مرد بزرگ هست، و موظف بود از مرزهای قلمرو خود مراقبت و حراست بکنه. شاه که سوار اسبش نشد، که لشکرکشی نمی کرد، نام و نشان خودشو از دست می داد، مشروعیت خودشو از دست می داد. شاه که فقط ایام خودشون در حرمسرا می گذارانود، شورش و یاغیگری را دعوت می کرد. شاه که حکم فرما نبود، که با ترکیبی از مدارا و پداش رحمت و مجازات رفتار نمی کرد، عمل کردش منجر به جناح بندی و فرقه‌سازی می شود، بشورش و یاغیگری. چون شاه یکی از فرقه های جامعه، یعنی دربار خودش یکی از فرقه های دربار بود. شاه هم بالای حرم ساختار سیاسی بود، هم وسط گرداب سیاسی. یعنی شاه، یعنی موظف بود بالاتر از گروه های همه گروه ها رفتار بکنه، هم در عیاشی، هم در سختی و خشونت. شاردن، مسافر معروف ایران، اون موقع میگه که مردم ایران انتظار دارند که شاه با خشونت رفتار. شاه که بدون خشونت رفتار، فقط مدارا و سازش، مشروعیت خودشو از دست میده. این یه چیز خیلی مهمی است به نظر من. و البته آخرین شاهان، سلیمان و شاه حسین، البته از عکس‌های چیز رد شدیم، این یه تصویر اصفهان است، اون موقع یه رسام هلندی، مسافر هلندی اینو نخوشی کرده، و این البته میدان معروف شاه اون موقع، و این دیوارهای تبرک که فقط در قرن بیستم، یعنی دوره رضا شاه ویران شده، دور شهر، یعنی شهر مور محاصره می کرد، و البته این میدان شاه طور که امروز وجود داره نشون میده، و این چهارراس دوم، و این هم یکی از بزمهای شاه عباس دوم نشون میده در چهل ستون. این البته شاه سلیمان هست، وزیرایی نمایندگان خارجی، معلوم است که یکی از اینا یا هلندی یا انگلیسی میباشد، از کلاهش معلوم است. و این دوباره از شاه سلطان حسین را نشون میده. خیلی خوب، پس آخرین شاهان، سلیمان شاه حسین اینجوری بودند.
یعنی ضعیف بودن، دیگه سوار اسب نمی‌شدن، از کشور خودشون مراقبت نمی‌کردن، گوشه نشین کاخ بودن، مشغول عیاشی و هرزگی، یعنی باده، گساری و زنا به اصطلاح. بخیل هم بودند، این هم یه چیز خیلی مهمی هست. یه شاه مشروب که میخواست مشروعیت داشته باشه، موظف بود که دستباز باشه، سخی باشه. یه شاه که بخیل بود، مردم بهش احترام نداشتند. یه چیز قبیله‌ایه. شاه باید بجنگه و بعد از جنگ و پیروزی باید یه بزم بزرگ انجام بده و برگزار بکنه، نشون بده که مرد بزرگ، سخی، دستباز، خیلی مهم است مشروعیتش. خب این دوره اواخر صفوی هم دوره تعصب دینی است به قول معروف. و خب برمیگردیم به این آقای محمد باقر مجلسی، البته معروف‌ترین نماینده این تمایل هست. نفوذ آسیب پذیر روحانیت بلند پایه یه نقشه خیلی مهمی ایفا میکنه در این تحول تضعیف شدن حکومت صفویه. و خود سلطان حسین هم شاه، یعنی به قول معروف ترسو بود، متدین، ساده دل و تحت تأثیر همون محمد باقر مجلسی حکومت میکرد. روحانیون واقعا مسئول عمده فشار و تغییر و آزار اقلیت ها بودند، ولی تنها نبودند. این فقط مسئله مذهب و روحانیون نیست، این فشار یعنی بیشتر روی اقلیت ها، ارامنه، زرتشتی ها، مسیحیان، یهودیان، چون مقامات غیر دینی هم دنبال پول گروه های ضعیف مثل ارامنه بودن، یا به خاطر اینکه صلاحیت خودشون ثابت بکنند، یعنی خودشون متدین یا متدین تر از خود روحانیت نشون میدادن. از اقلیت ها اهل تصنون البته از همه مهمتر بودند، هم از لحاظ تعدادشون خیلی زیادتر، بیشتر بود تا تعداد ارامنه و مسیحیان، تا چه رسد به یهودیان تعدادشون خیلی کم بود، و هم از این که بیشترشون حاشیه نشین بودند، یعنی معمولا در مرکز کشور زندگی نمی کرد. این تصویر آخرش نشون میده که اقلیت های سنی مخصوصا در حاشیه مختلف ایران زندگی میکرد. هنوز هم البته حاشیه ایران بیشترشون سنی هستن، ولی مخصوصا در این دوره خیلی چیزی، خیلی پدیده مهمی هست. از افغان ها گرفته تا ترکمن ها، عرب ها، کرد ها و لزگی ها در شمال در داغستان گرفته، همه بیشترشون لاغل، فقط کرد ها خود البته نصفشون شما که طور که شما میدونید ترسونی بودن، نصف دیگرشون شیعی بودن، ولی به طور کلی بیشتر گروه های اهل تسنن سر مرز قلمرو زندگی میکرد. روش معامله سنی با این گروه های قبائلی یعنی ایلاتی مسئله زر و زور بود. زر و زور یعنی پول و خشونت، یعنی تشویق همکاری و وفاداری موقت، چون البته وفاداری دائمی اصلا وجود نداشته در فقدان وطن پرستی که یه مفهوم خیلی جدیدی هست، تا 100 سال پیش اصلا وجود نداشته، یعنی آمده بودن برای مردن برای کشور، برای میهن، یه چیز کاملا
جدیدی هست. حتی در غرب قبل از انقلاب فرانسوی اصلا وجود نداشته. در ایران فقط یه چیز پدیده قرن بیستم هست. یعنی وفاداری، یعنی هر حکومتی یه سیستمی احتیاج دارد به یه نوع وفاداری. زیر دستانش باید وفادار سیستم باشد. چجوری اینو ایجاد میکنی؟ مخصوصا با این کوچنشیان، عیاشه حاشیه نشیان. خیلی چیز دشواری است، خیلی سخت است. خب زر و زور. زر یعنی دستمزد میدی. یعنی قسمت های، یعنی این گروه های حاشیه نشیان یه قسمتی از سیستم میسازی. یه سمتی به اونها میدی. مثلا میرویس معروف حاکم افغانا که نقشه عمده‌ای در سقوط یا لااقل تضعیف صفویان ایفا میکنن، اولا رهبر قافله، یعنی ترافیک قافله بین ایران و هندوستان بوده. یعنی یه موقع این سمت رو از دستش گرفتند و البته ناراضی شد و این باعث شورشش بود. این فقط یه به عنوان نمونه به این به شما میگم. نمونه های خیلی زیادی داریم در دست داریم مبنا و مدارک اسنا. بنابراین روش معامله سنی با این نوع گروه ها زر و زور بود، یا از طریق پاداش و دستمزد دادن به اشایر و قبایل برای حفظ و حراست و وحدت مرزهای قلمرو، یا از طریق خشونت، یعنی لحظه‌کشی، عبرت، شکست نظامی. ولی زر از زور خیلی مهمتر بود، چون ما میدونیم که فقط با زور نمیشه یک کشور، یعنی وحدت یک کشور نگه داشت. غیر ممکن است، چون مشروعیت خودتون از دست میدی. فقدان پول و تعصب مذهبی باعث شد تا حکومت کمتر پایبند این نوع معامله شد در اواخر صفویان. اشتباه بزرگ صفویان این بود به نظر من که با تنگ نظری و امساک مالی و تحریم مذهبی دقیقاً در زمانی که به وفاداری و همکاری این گروهان حاشیه نشینان احتیاج داشت، این نوع معامله را از دست داد. مخصوصاً و دقیقاً در موقعی که بیشتر به این لازم داشت، احتیاج داشت، این نوع معامله رفتار از دست داد. همون موقعی که خودشون داشتن ضعیف میشد از داخل، در فرق سازی و جناح بندی داشتن غرق میشدند. شاه دیگه بالای ساختار سیاسی دیگه وجود نداشته. یک گرداب، یعنی پرتلاطمی بود. یعنی دیوان سالاران فقط با هم رقابت میکردن و نتیجهش یه سیاست مخشوشی بود، پر از تناقض. یعنی یه مسیر معینی دیگر وجود نداشت که شاه تصمیم میگیره و زیر دستانش این سیاست را اجرا میکنه. این دیگه وجود نداشت. موقعی که قبایل حاشیه نشین شورش و تهاجم کردند، مرکز قدرت خودش را از دست داده بود. نهادهای آن متلاشی شده بود. رقابت و فرقه سازی منجر به سیاست مغشوش و متناقض شد و در پایان کار حتی قادر نبودند به گروه کوچکی همچون افغانا، تعدادشون طوری که گفتم ده هزار نرسیدن، مقاومت بکنند. در خاتمه به این نتیجه میرسیم که سقوط حکومت صفویه هم قابل پیش بینی نبوده
اینم درسته، تا 5 سال پیش هیچ کدوم از خارجیان و ناظران داخلی هیچ اشاره نمی‌کنه به این که ممکن هست تمام این ساختار، تمام این خانه داره متلاشی میشه. اصلا قابل پیش بینی نیست. پس هم قابل پیش بینی نبوده و اجتناب ناپذیر بود. از توجه شما متشکرم. دوستانی که مایل به سوال یا کامنت هستن بیرون اسم بنویسن، بیایید لطف کنید اینجا آقای